برای جلال نام تو دعا میکنیم ای خداوند. آمین 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 آمین. هللویا. شکر. میتونیم با هم بگیم این است روزی که خداوند ساخت. هللویا. کلام خدا میگه این است روزی که خداوند ساخت، در آن شادی و وجد نمایید. هللویا. امروز هم عیسی مسیح شفا میده. عیسی مسیح هرگز تغییر نمیکنه. عیسی مسیح دیروز، امروز، تا ابدالآباد همان هستش. او انسان نیست که تغییر کنه. او انسان نیست که مودی باشه. امروز حالا اینو دوست دارم، فردا دوست ندارم. نه، او وفاداره. و اگه گفته من شفا دهنده هستم، شفا دهنده هستش. هللویا. برای جرنام خدای پدر، قلبای خودمون رو باز کنیم در حالی که کلام او رو داریم میشنویم و به خداوند بگیم که من حاضرم هر آن چیزی که تو میخوای در زندگی من کرده بشه. امروز هم میخوام بر طبق عادت سه‌شنبه هامون به مبحث شفا بپردازیم. میدونید که یک هفته راجع به در واقع خانواده مسیحی صحبت میکنیم، یک هفته هم راجع به شفا صحبت میکنیم. گاهی وقتا دو هفته، گاهی وقتا فرق میکنه، فرق نمیکنه. ولی امروز میخوایم دل خدا راجع به شفا بدونیم. ما در دنیای زندگی میکنیم که بیماری عجیب و غریبی وجود داره، چیزی که شاید تا الان هم به مغزمون خطور نکرد. در دنیای زندگی میکنیم، گاهی وقتا مسیحی ها، گاهی وقتا خادمین کلیساها ها راجع به شفا اون نگرش رو ندارن که کلام خدا داره. امروز ما به عنوان فرزندان خدا حق این رو داریم که شفای خدا رو تجربه کنیم تو زندگیمون. حق این رو داریم که بدونیم که خواست خدا برای فرزندانش در مورد شفا چی هستش. اما بیاید قلبمون رو باز کنیم، همینطور که کلام خدا رو در این چند دقیقه نگاه میکنیم، اجازه بدیم که خدای قادر مطلق شفای خودش رو جاری بکنه. بسیار عالی. کلام خدا راجع به شفا مسائل مختلفی رو اعلام کرده و ما در این یک سال گذشته، بیشتر از یک سال، یک سال نمیداره میشه، ما هر هفته راجع به شفا صحبت کردیم و آیات مختلفی رو چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید بررسی کردیم. یکی از آیات که الان میخوایم نگاه بکنیم و از خداوند بخوایم که با ما صحبت کنه، انجیل مرقس فصل 7 آیه 37 هستش. انجیل مرقس فصل 7 آیه 37. میدونیم که انجیل مرقس که با اینکه کوچکترین انجیل هست، 16 فصل بیشتر نداره، اما بیشترین معجزات عیسی مسیح رو در اون نوشته. مرقس که جوانترین خادم بودش اینجا که حالا انجیل رو هم می‌نویسه، خیلی واضح به ما نشون میده که عیسی مسیح شفا دهنده هستش. اگر میشه یه نفر از عزیزان بیاد رو خط و انجیل مرقس باب 7 آیه 37 رو برای ما بخونید که اونجا داره حکایت میکنه و سخن میگه مرقس از اینکه مردم چجور شد وقتی شفاهای عیسی مسیح رو تجربه میکردن میچشیدن. بفرمایید. چون این معجزه در آنها تأثیر زیادی گذاشته بود، ایشان به یکدیگر میگفتند کارهای این مرد چه عالی است، حتی کرولار را نیز شفا میبخشد. آمین. بله، در مرقس باب 7 آیه 37 مردم متحیر شده بودند. نه فقط شاگردان در این در واقع داستان حضور دارن، بلکه مردم هزار متحیر شدن. شما باید چیزی ببینی که متحیر بشه دیگه، یه چیزی باید اتفاق بیافته که متحیر بشی. آن چیزی که اونها رو متحیر میکرد تمام کارهای خوبی بود که عیسی میکرد. این کارهای خوب کدوما بودن؟ اینا کارهای خوبی نبودش که مثلا حالا زرتوش گفته کار خوب، پندار خوب، کردار خوب از این حرفا. نه، چیزی بود که اونها رو متحیر کرد. اونها میدیدن، اونها لمس میکردن، داشتن تجربه میکردن. این کارهای خوب کدوما بودن؟ کرها شنوا و لالها گویا میشدن. هللویا. اونها دیدن که فرد که کر بوده و اونها شاید هر روز اونو میدیدن در بازار، در مدرسه، در هر جایی که بوده، در همسایگی، حالا داره میشنوه. حالا داره میشنوه. کسی که لال بوده نمیتونسته حرف بزنه، نمیتونسته یک کلمه حرف بزنه، از بد به بچگی، از اتفاقای بد دنیا به عبارتی، ولی حالا داره سخن میگه، ذکر کبریایی خدا رو میکنه. مردم متحیر شدن. امروز در عیسی مسیح، خدای قادر مطلق، خدایی که بود و هست و خواهد بود، امروز هم ما رو میتونه متحیر بکنه. مهم نیست مشکل ما چیه، مهم نیست که شرایط جسمی ما چی هستش. موضوع اینجاست که ما باور کنیم
ایمان میاریم به عیسایی که میتونه متحیر بکنه، میتونه کاری بکنه که با عقل انسان جور در نیاد. انسانایی که تا حالا فکرشو نمیکردن، انسانایی که چنین چیزی رو تا حالا تجربه نکرده بودن، امروز هم عیسای مسیح متحیر میکنه. عیسای مسیح قدرت شفا داره و قدرت شفای او بیپایانه. او مثل یک مخزنی نمیمونه که حالا مثلا در چیزی وجود داره، بعد از مدت که مردم ازش استفاده میکنن حالا این مخزن تموم شده. نه، او مخزنی است که بی انتها هستش، بی پایان هستش، او همچنان میتونه عمل بکنه. دیروزم در کلاس خادمسازی اشاره کردم به دوستان، کسایی که شرکت کرده بودن، که کلام خدا میگه بدون ایمان تحصیل رضامندی خدا غیر ممکن استش. ما باید با ایمان نزدیک بشیم با آنچه که خدا میگه. ایمان یعنی باور، یعنی توکل، یعنی اعتماد کردن، یعنی پذیرفتن. باید بپذیریم که عیسی مسیح امروز هم قادر هستش همون کاری رو انجام بده که 2000 سال پیش مردم رو میدیدن در کوچه و بازار متحیر میشدن. هللویا. ایمان داریم، باور داریم، اعتماد داریم، بگیم بله خداوندا، من میپذیرم اراده نیکو و پسنده تو رو. ها، او رو جلال بدیم. ما ایمان داریم که عیسی مسیح امروز و دیروز تا ابدالآباد همان هستش. ما ایمان داریم که او دیروز شفا میداد، مرده رو زنده میکرد، امروز هم میتونه این کارو بکنه. آمار کمی نیستن که خداوند مرتب داره در واقع مرده رو زنده میکنه. اگر شما برید توی گوگل یه مقدار بچرخید، به انگلیسی یه مقدار تسلط داشته باشید، شما مشاهده میکنید که چگونه افراد مختلفی در کشورهای مختلف مثل آفریقا و جاهای مختلف دارن در واقع شاهد این هستن که او مرده ها رو زنده میکنه، در واقع معجزات بزرگ میکنه. برامون مرجان از فیسبوک خوش آمدید به جلسه. هللویا. در فیسبوک دوستان میتونید جلسه رو همین الان مشاهده کنید اگر در گروه کلیسای سفیران مسیح هستید. خدا رو شکر برای تکنولوژی که داره کمک میکنه. عیسی مسیح امروز هم شفا میده. ایمان ما اینه که یک خدای زنده رو ما داریم خدمت میکنیم دوستان. هللویا. ما کسی رو شفا نمیدیم، همونطور که شاید خودمونم الان یک بیماری، یک مشکل جسمی داشته باشیم که داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم. ما شفا نمیدیم، خدا شفا دهنده هستش، خدا عمل میکنه. هللویا. این خداست که عمل میکنه. بنابراین ایمان ما بر خودمون نیست، ایمان ما بر خداونده، خدای قادر متعال. ما او را خدمت میکنیم. اگه او مرده ها رو زنده میکنه، اگه او بیماران رو شفا میده، اگه او جزام رو شفا میده. میدونید جزام در زمان خودش بیماری بود که در واقع پزشکان براش جواب پیدا نکرده بودن. امروز هم جزام چیز خوبی نیستش. بیماری هایی هستن در دنیا که ما جوابی براشون نداریم، نمیدونیم که چجوری اینا خوب میشن. عیسی مسیح همان خداونده دوستان، همان خداونده که قادر بیماری های غیر ممکن رو شفا بده. پزشکان تحصیل کردن، از تجربیات خودشون استفاده میکنن، چیزایی رو بلدن که با ما در میون میذارن، ولی اون کسی که در نهایت حرف اول و آخر میزنه انسان نیستش. ما احترام میذاریم به پزشکان، پیش پزشکم میریم اگه لازم باشه، چون اونا تشخیص میدن، درسته؟ بلکه این خداونده، خدای قادر متعال که میتونه حرف اول و آخر رو بزنه. مهم اینجاست که آیا ما زندگیمون رو به این خداوند میدیم یا زندگیمون رو به انسان میدیم، به آنچه که انسان میگه. انسان امروز یه چیزی رو میگه، فردا حرفش عوض میشه. بنابراین ما باید توکلمون بر خدای متعال باشه. کلام خدا ما نشون میده که اسم خداوند یهوه رافا هستش. میتونیم با هم بگیم یهوه رافا؟ یهوه رافا. یهوه رافا یعنی این که خدای ما خدای شفا دهنده. این ذات خداست. در ذات خدا شفا وجود داره، نه در انسان. در ذات خدا. ذات خدا عوض نمیشه، ذات خدا تغییر نمیکنه. فکر ما تغییر میکنه، حرف ما تغییر میکنه که نباید بکنه، ولی فکر خدا تغییر نمیکنه، ذات خدا تغییر نمیکنه. هللویا. او یهوه رافا هستش. میتونیم با هم دیگه این آیه رو نگاه کنیم، بریم به کتاب خروج
فصل 15 آیه 26. یک نفر لطفا برای ما بخونه. کتاب خروج، دومین کتاب، کتاب مقدس، فصل 15 آیه 26. یکی از عزیزان، بله. خداوند فرمود: اگر از من اطاعت کنید و هر چرا که در نظر من درست است به جا بیاورید و اوامر مرا نگاه دارید، من شما را با هیچ یک از مرضهایی که بر مصریان فرستادم مجازات نخواهم کرد. هللویا. من خداوند هستم، همان کسی که شما را شفا می‌دهد. شد همان کسی که شما را شفا می‌دهد. هللویا. همان کسی هستم که شما را شفا می‌دهم. قدوس قدوس قدوس. او شفا میده عزیزان. ما باید کلام او را بشنویم. کلام او چیه؟ کلام او این هستش که در همین آیه میگه، میگه من یهوه شفا دهنده تو هستم. موضوع اینجاست که ما باید گوشامون رو باز کنیم. موضوع اینجاست که ما باید فکرمون رو تغییر بدیم. خدا که ذاتش تغییر نمیکنه. خدا که ذاتش همیشه ابدی و ازلی هستش و بوده و خواهد بود. این من و شما هستیم که باید فکرمون رو عوض کنیم. فکرمون باید چجوری تغییر کنه؟ وقتی باور میکنیم که او یهوه خدای ما، خدای شفا دهنده است. بیماری ها میان چون ما تو این دنیا زندگی میکنیم، ولی وقتی بیماری میان ما باید چیکار بکنیم؟ به بیماری بگیم هی بیماری، یهوه خدای من شفا دهنده است. اسم خودمون رو بذاریم جلوش، یهوه خدای الناتان شفا دهنده است. یهوه خدای ما شفا دهنده هستش. ما این بیماری ها رو بلند میکنیم، هی جلال میدیم، هی جلال میدیم. این بیماری میبینی، این درد رو میبینی، این فقر رو میبینی، این مشکل رو میبینی. چرا نیم نام خدا رو جلال بدیم؟ چرا نیم نام خدا رو برافرازیم؟ خدای قادر مطلق. همونطور کلام خدا ما نشون میده خدای ما خدایی است که پر از احسانه، پر از احسانه. خدایی که احسان میکنه به فرزندانش. او شفقت داره نسبت به فرزندانش. یکی از مزایای فرزند خدا بودن هستش. با هم نگاه کنیم مزمور 103 آیه 2 و 3 رو. مزمور 103 آیه 2 و 3 ببین چی میگه کلام خدا. هللویا. اینجا سراینده اعلان میکنه که احسان خداوند چیه. ها؟ ما وقتی صحبت میکنیم میگیم طرف خیلی احسان داره، خیلی آدم خوبی هستش. به چه دلیلی؟ به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. حالا با هم دیگه نگاه بکنیم ببینیم سراینده به ما چی میگه. خرزویا خوش آمدید به جلسه از طریق فیسبوک. خدا رو شکر. کی میخونه برای ما مزمور 103 و 3 رو؟ ای جان من خداوند را ستایش کن و احسانهای او را به فراموش نکن. او تمام گناهان مرا میبخشد و همه مرضهایم را شفا میدهد. هللویا. سراینده به خودش داره میگه. من و شما باید به خودمون بگیم ای جان من، با خودمون حرف بزنیم. ها شده تا حالا با خودتون حرف بزنید؟ آدم ها گاهی وقتا با خودشون حرف میزنن، نمیدونم کجا، موقع آشپزی کجا، ولی با خودشون حرف میزنن. با خودمون باید حرف بزنیم. به خودمون باید چی بگیم؟ میگیم ای جان من، ای جان من، خداوند را متبارک بخوان. چرا باید متبارک بخوانید خداوند را؟ سراینده، چرا من بد نام خدا رو متبارک بخونم؟ چون گناهان من رو میبخشه. میدونی دقت کنی، سرنده اول گناه رو میاره و پاسخ گناه رو میده. اعلان میکنه بزرگترین موزل انسان بیماریش نیست، بزرگترین موزل انسان گناهش است. خدا رو شکر کن، احسانهای او رو فراموش نکن، چون گناه تو رو میبخشه. این اولین چیزی که باید ایماندار بابت شکرگزار باشه. دوم، یکی از نتایج گناه رو میگه. درود بر شما خواهر قضا. یکی از نتایج گناه رو میگه و اون چی هستش؟ بیماری هستش. میگه بعضی از بیماری های تو رو شفا میده. آمین؟ هللویا؟ نه، همه بیماری های تو رو، همه مرض های تو رو، آفرین، همه مرض های تو رو شفا میده. این شامل فشار خون هستش، بیماری قند هستش، شامل سرطان هستش، شامل هر چیزی هستش. گفتیم خدای ما خدای شفا دهنده هستش. خدای ما خدای قادر مطلق هستش. او دیپرشن رو میتونه شفا بده. هللویا. در جمع ما بعضی از شما دیپرشن دارید. بعضی از ما بیماریایی داریم که آدم روش نمیشه بگه، نه؟ خدای ما شفا دهنده است. کافیه ما به او اعتماد کنیم. کافیه اینو بپذیریم
که خدای ما خدای شفا دهنده است. او یهوه رافا است. بیماری میاد، ما اسیرش میشیم، باش دست و پنجه نرم میکنیم، اما در چنین شرایطی بیایم بگیم خداوند تو شکر میکنیم، چون اسم تو یهوه رافا هستش، تو خدای شفا دهنده هستی، تو خدای قادر مطلق هستی و من این بیماری رو زیر صلیب تو میارم. چرا؟ چون اشعیا به ما گفته، هللویا، اشعیا به ما میگه که انسانها گناه کردن، انسانها در زندگی زمینی خودشون گناه رو گاهی وقتا به جای خدا انتخاب کردن، ولی عیسی مسیح اومده و جریمه گناهان ما رو داده. اشعیا داره میبینه. اورا درست شد. اشعیا میبینه. میکروفونتون رو ببندید. خواهرمون خوشحالن که بالاخره اومدن اسکایپ. خدا رو شکر. ما هم خوشحالیم که تشریف آوردید. خیلی سعی کردیم بعضی از عزیزان بیان ولی اسکایپ آپدیت شده. دوستان گاهی وقتا نتونستن آپدیت رو باهاش روبرو بشن. انقدر خوشحال شدن اومدن جلسه، ستایش بود فکر کنم. گفت هورا اومدم جلسه، هللویا. ما هم باید بگیم هورا که تشریف آوردیم. اشعیا 53 انجیل کوچک در عهد عتیق، 700 سال 700 سال قبل از اینکه مسیح به دنیا بیاد، قبل از که مسیح بره روی صلیب جریمه گناهانو بده، اینطور به ما میگه در اشعیا 53 که بیماری های ما، مرض های ما رو او شفا داده، مرض های ما رو او شفا داده. و ما میبینیم که متی باب 6 آیه 16 و 17 کد میکنه به اشعیا 53. با هم نگاه کنیم. اشعیا 53 رو حتما خوندید یا بعدم برید مطالعه کنید لطفا، ولی با هم نگاه کنید ببینیم که متی چی رو ثبت کرده برای ما. در متی باب 6 آیه 16 و 17 او ذکر میکنه به این موضوع، اشاره میکنه به این موضوع. کی میخونه برای ما؟ انجیل متی فصل 16 آیه 16 و 17. وقتی روزه میگیرید مانند ریاکاران خودتان را پریشان نشان ندهید. آنان قیافه های خود را تغییر میدهند تا روزه دار بودن خود را به رخ دیگران بکشند. یقین بدانید که آنها عطر خود را یافته اند. اما تو وقتی روزه میگیری سر خود را شانه کن و صورت خود را بشوی. درست خونه برادر ناتان؟ بعد تو باب 6 راجع به روزه صحبت میکنه. بله خیلی ممنون. متی خیلی ممنون. متی باب 6 آیه 16 و 17 راجع به روزه صحبت میکنه. گاهی وقتا ما احتیاج داریم برای اینکه این پروسه شفای ما در واقع اتفاق بیفته و صورت بگیره، به حضور خدا اصرار بکنیم، به حضور خدا بیستیم. چرا؟ چون دنیا و بیماری هم داره اصرار میکنه که آقا شفا برای تو نیستش. شما یه بار دعا کردی، ببین اشعیا 53 گفت، ببین کشیش کلیسا گفتش، ببین تو دعا کردین اتفاق نیفتاد، پس حتما یه اشکالی وجود داره، حتما یه چیزی اشتباه هستش. شاید خداوند نمیخواد تو رو شفا بده، ولی مسیح داره در مورد روزه صحبت میکنه، میگه شما برای اینکه شفای خدا رو دریافت کنی، برکت خدا رو دریافت کنی، باید بیستی. چرا در زمان مسیح احتیاج نبود که مردم روزه بگیرن؟ چون مسیح اونجا بودش، مسیح اونجا بودش، لزومی نداشت که مردم روزه بگیرن. عیسی مسیح ما رو شفا میده یا نمیده؟ ولی امروز که عیسی مسیح جسمن بین ما نیستش، ما باید اصرار کنیم، بیستیم و دعا بکنیم. عزیزی عرض کردم دیروز، یکی از خادمین همسرشون در واقع سرطان گرفتن و دیروز به قلب من اومدن، روز باشون تماس نگرفتم که بهشون بگم عزیز من میخوام هر هفته یک روز فقط برای شفای خواهر در روزه باشم. ایشون از من نخواستن، کسی نخواستن، چیزی که به قلب من اومدش. روزه میتونه کارو انجام بده که اون روند عادی انسانی نمیتونه بهش تعقب بنده. اگر روزه نگرفتی تشویقتون میکنم، من به کسایی که کلاسه خادم سازی شرکت میکنن عرض کردم روز گذشته دوشنبه دیگه حتما میخوایم با هم روزه باشیم. ما باید روزه بگیریم، بیستیم در حضور خدا و نشون بدیم که باور داریم، باور داریم که آنچه که خداوند در کلامش گفته راجع به شفا امروز هم تحقق پیدا میکنه. حالا اون کسی که بیماره شاید نتونه خودش روزه بگیره، ولی ما که میتونیم براش روزه بگیریم. کلیسا متحد میشه، با هم دعا میکنیم، با هم روزه میگیریم و از خداوند میخوایم که اون کار رو که
باید انجام بگیره، صورت بگیره رو او انجام بده. این اشتیاق ما رو میرسونه. این روزه ما نیست که شفا رو به وجود میاره، بلکه اشتیاق ما رو که خداوند رو ببین، من باور دارم کلام تو رو، من میپذیرم کلام تو رو. بدونید وقتی ما میریم به حضور خدا دعا میکنیم، کلام میخونیم، پرستش میکنیم، خداوند عمل میکنه در زندگی ما. آیات بسیاری وجود دارن در کلام خدا که این شفا رو که مسیح براش روی صلیب جان خودشو داده رو تایید میکنن، تایید میکنن. و آیات بسیاری وجود داره که حتی شاگردان بعد از اینکه مسیح به آسمان صعود کرد، خدمت اونا همراه با شفا و آزادی بودش. امروز انجیل پنجم من و شما هستیم. انجیل پنجم کلیسا هستش. آیا کلیسا حاضر جلال خدا رو در بین خودش ببینه؟ کلیسای فارسی زبان حاضره که باور کنه یهوه خدای او، یهوه رافا هستش؟ با هم دعا میکنیم دوستان و از خداوند میخوایم که بیمارای ما رو شفا بده. ما امروز اختصاص میدیم این موضوع رو به دعا برای شما عزیزان. اگه احتیاج دارید، عزیزانی که بعداً این ویدیو رو میبینید، میتونید تماس بگیرید به کشلاتان کلیسای سفیران مسیح. خواهش میکنم که برای من دعا بکنید، من احتیاج دارم در این قسمت تو زندگیم شفا رو تجربه کنم. اگر شما الان احتیاج دارید، میخوام که با ایمان شفای خداوند رو دریافت کنید. اجازه بدید که عیسی مسیح که در بین ما حاضر هست، الان دست مبارک خودش رو، دست شفا دهنده خودش رو بر روی شما قرار بده. بگید خداوند رو دریافت بکنم. اعلام کنیم کلام خدا رو. دهان خودمون رو باز کنیم. الان همون جایی که هستید، تنها نشستید، با خانوادتون در این جلسه هستید، دهان خودتون رو باز کنید. بگید خداوند رو شفای تو را میپذیرم. میپذیرم که تو به ضد من نیستی. میپذیرم که تو فکرای عالی برای من داری. میپذیرم که امروز هم تو مقتدر هستی. میپذیرم که قدرت تو برتر از اون بیماری هست که الان منو در بر گرفته. خداوند، نزد انسان نمیرم، نزد تو میام، نزد خود تو میام. ای خداوند، همانند آن کور مادرزادی که دستشو گرفتن آوردن نزد تو، همانند آن زنی که 38 سال با بیماری دست و پنجه نرم میکرد، آن مردی که 38 سال بیماری تجربه میکرد، در کنار حوض سیلوها نشسته بود و منتظر بود که انسانها کاری بکنن، یکی بیاد او را بندازه داخل اون حوض، بلکه هر موقع این آب تکون میخوره شفا بگیره. اما یک بار آمد نزد تو، منم نزد تو میام ای خداوند، مرا شفا بده ای خداوند. من بیماری رو نمیپذیرم، من شفای تو رو میپذیرم. قول میدم که از این بعد بیماری خودم رو جلال ندم با بیان و تکرار اون ای خداوند، بلکه اعلان کنم یهوه خدای رافا، یهوه رافا خدای شفا دهنده، اوست که برتره. به جان خودم میگویم مثل مزمور، ای جان من احسانهای خدا رو بیاد بیار. او امروز هم شفا میده. متشکرم خداوندا. دستان خود را بلند میکنم و شفای تو را دریافت میکنم. شفای تو را میپذیرم ای خداوند. شفای تو را میپذیرم. اگه برای عزیزی دعا میکنید که احتیاج به شفا داره، اگر اون عزیز اونجاست دستتونو بذار روش. اگر نیستش، عکسش، لباسش، جایی که میخوابه، دستتونه بذارید اونجا به نشانه ایمان. بگید خداوند شفای تو را اعلام میکنم بر این عزیز. چنان که مرقس باب 16 گفت،
هرگاه دست بر مریضان بگذارید و به نام من بر ایشان دعا بکنید، ایشان شفا خواهند یافت. ای خداوند، دست میگذارم و دعا میکنم و هم اکنون خداوند کلیسای تو که شفای تو را تجربه کرده، شفای تو را پذیرفته، ای خداوند متحد میشیم برای عزیزانی که به شفا احتیاج دارن. اگه کسی رو میشناسید که احتیاج به شفا داره، با هم متحد بشیم و براش دعا کنیم. بله، برای خواهر نیلوفر دعا میکنیم الان. خداوند تو شفا دهنده هستی، تو خدای قادر مطلق هستی. برای راشل دختر خواهر مریم الان دعا میکنیم، قلبی نو بهش بده خداوند، این نوزادی که تو بهشون هدیه کردی شفاش بده خداوند، شفا بده خداوند این عزیزو، شفای تو جاری بشه. عیسی مسیح زنده که به دعای متحد کلیسا گوش میکنی، برای این عزیزی که دیپرشن داره، افسردگی داره، به نام قدوس عیسی، بله، برای مونا دعا میکنیم، برای عزیزی که دیپرشن داره دعا میکنیم خداوندا، دست شفا دهنده تو بر او قرار بگیره. خدای قادر متعال، ما خست خاطر نمیشیم از دعا کردن این خداوندا، چون میدانیم که طبق اراده تو داریم دعا میکنیم این خداوند، چون میدانیم که روی صلیب تو شفا را مهیا کردی، تو شفا دهنده خدای قادر متعال. برای همسرای عزیزامان که بیماری احتیاط دارن ای خداوندا، احتیاج دارن که خداوند شفاشون بده، خداوند دعا میکنیم به نام قدوس تو شفای تو جاری بشه ای خداوند عزیز، عزیزان رو شفا بده ای خداوندا، شفا بده خداوند، این بیماری رو بردار، لعنت میکنیم این بیماری رو، به جهنم میفرستیم این بیماری رو ای خداوند، و در عوض شفای تو را اعلان میکنیم، تو رو شکر میکنیم ای خداوند. هللویا هللویا، قدوس 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 قدوس. ای خداوند، برای بیماران دعا میکنیم ای خداوند، عزیزانی که الان احتیاج به شفا دارن ای خداوند، خدای قادر مطلق. عزیزی هستید که حس تنهایی میکنید، دور برتون در واقع افراد زیادی هستن، آدم تنهایی نیستید، آدمی هستید که با دیگران رفت آمد میکنید ولی حس تنهایی میکنید، به نام قدوس عیسی مسیح من به تنهایی نهیب میزنم و از خداوند میخوام که همین الان هللویا محبت و عشق مسیح بر شما آشکار بشه، که بفهمید و شما رو دوست داره، که او با شماست، که شما تنها نیستید. دعا میکنم او رو بشناسید به نام مسیح زنده. علت این که شما احساس تنهایی میکنید اینه که او رو از نشناختید، هنوز باور نکردید که عیسی مسیح گفته من هرگز تو رو ترک نمیکنم. ای خداوند، بله خواهر جان، شما تنها نیستید، به نام قدوس مسیح شما تنها نیستید، چون او شما را هرگز ترک نمی کنه. ای خداوند عزیز، تو رو شکر میکنیم، تو رو ستایش میکنیم، این دروغ شیطان را به جهنم میفرستیم، این دروغ شریر را به جهنم میفرستیم. خدای قادر متعال، متبارک باد نام تو، نام تو برافراشته شود. بله خداوند، برای آقای رضا دعا میکنیم خداوند که بیماری روده دارن، به نام قدوس مسیح زنده شفای تو را از همین اینجا، از این مسافت، همین جایی که عزیزان نشستن، من نشستم، اعلام میکنیم ای خداوند عزیز، شفا بده این سرطان را، شفا بده این سرطان را ای خداوند، تا نام تو برافراشته شود، تا اینکه فرصتی باشه که او تو را انتخاب کنه که برای تو زندگی بکنه، به نام قدوس مسیح زنده دعا میکنیم ای خداوند. هللویا هللویا. ارلین عزیز که اینجا هستید،
دارید میشنوید دعای منو، صدای منو، دعا میکنم به نام عیسی مسیح تا اراده خدا براتون کرده بشه. ازتون میخوام قلبتون رو برای عیسی مسیح باز بکنید و دریافت بکنید برکتی رو که او برای شما در نظر داره. خداوند برای این عزیز دعا میکنیم، تو میدونی مشکل کجاست، نهیب میزنیم با آنچه را که شریر میخواد از بین ببره تو خونه این عزیز، تو ازدواجش، در به هم زدن روابط زناشویی، به نام قدوس مسیح زنده، شریر تمام نقشه های پلید تو را باطل اعلام میکنیم. خواهر دست بگذارید روی این عزیز که کنار شما هستن، به نیابت از ما دست بذارید به نام قدوس عیسی مسیح. هللویا، دعا میکنم اشکای شما به شادی تبدیل بشه، دعا میکنم اشکای شما به شادی تبدیل بشه که نام مسیح جلال بیابه. بگید با من، بگید خداوند به تو توکل میکنم، به تو اعتماد میکنم، تو رو شکر میکنم که تو با من هستی، تو رو شکر میکنم که من رو رد نمیکنی، هر کس من رو رد کنه تو من رو بر میداری خداوند، چون تو من رو دوست داری. در نام عیسی مسیح زنده، در نام عیسی مسیح زنده. عزیزانی که دعا کردید با من برای زانوهای شما و کمردرد من، برای زانو درد و کمردرد خواهر زویا دعا میکنیم که در فیسبوک با ما هستن، به نام قدوس عیسی مسیح خداوند از همین مسافت، از همین فاصله، چون تو خدای نیستی که مسافت رو بتونه تو رو محدود بکنه، شفای تو رو برای خواهرم اعلام میکنم. دست بذارید همون جایی که درد میکنه خواهر زویا، به نام قدوس عیسی مسیح شفا رو براتون اعلام میکنم. خدای قادر متعال، خدایی که برای زویا رو صلیب مردی، خدایی که امروز در دست راست خدای پدر برای شفاعت میکنی، به نام قدوس عیسی مسیح شفای تو رو برای خواهرمون میطلبی. او اعلام میکنه که تو شفا دهندش هستی. دعا میکنم مسبب این بیماری رو تو همین الان شفا بدی، دلیل این بیماری رو تو شفا بدی خداوند. عزیزان اعلام کنید، بگید شکر میکنم برای اون جایی که تا الان بیمار بوده، درد بوده، ضعف بوده، شکر گذاری کنید. بگید شکرت میکنم، شکرت میکنم. بعضی از شما باید فردا روزه شکر گذاری بگیرید، فقط شکر کنید، بگید شکر، شکر ای خداوند، دریافت بکنم شفای تو را، دریافت بکنم، میپذیرم، اعلان میکنم، به همه خواهم گفت که خداوند منو شفا داده، به همه خواهم گفت که خداوند منو شفا داده. هللویا، برای جلال خدای پدر. عزیزان ما هر سه‌شنبه با هم جمع میشیم، پرستش میکنیم خداوند را، شکرگزاری میکنیم خداوند را. اگر راجع به خانواده مسیحی صحبت میکنیم در خدمتتون هستیم، اگر برای موضوع شفا و مدرسه شفا هستیم راجبی صحبت میکنیم، از اون طریق اراده خدا رو برای زندگیمون میخواییم و دریافت میکنیم شفا رو. هر سه‌شنبه با ما باشید، همونطور که روزهای دیگه جلسات مختلف داریم. جمعه برمیگردیم به فیض خداوند و نام خدا رو ستایش میکنیم در جلسه عبادتی کلیسا.